بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت برادران و خواهران گرانقدر. من واقعش امروز که روزنامه های کشورمون رو نگاه می کردم خیلی احساس شرمندگی کردم. خیلی میخواستم یک شوخی بکنم با آقای رئیس جمهور. شما اگر بنا بود با این فاصله طولانی با آقای پوتین بنشینید، خب از همین ایران آنلاین می‌نشستید صحبت می‌کردید. خب دیگه دلیل نداشت این همه هزینه بکنید شما برید روسیه. این خیلی تحقیرآمیز بود. این میز شما رو به اتاق میز مذاکره نبردند، اینجا سالن ناهارخوری بود و این میز میز ناهارخوری بود و شما میبایست اونجا به آقای پوتین اعتراض میکردید، میگفتید این میز چه میزیست شما گذاشتید اینجا برای مذاکره، این چه میزی بود و این چه میزیست به جای اون وقتی که شما گذاشتید برای نماز خوندن در کاخ کرملین، این اعتراض رو میکردید آقای رئیس جمهور انقلابی. با این فاصله نشستن برای ما بسیار سنگین بود، توهین‌آمیز بود، تحقیرآمیز بود. من تقاضا میکنم شما توجیه کنید این فاصله رو. اگر رعایت اون مسائل بهداشتی منظور نظر بوده است که خب رعایت کردم، دیگه این فاصله معنادار برای چی بود؟ من خدایا امیدوارم روزی نرسد که مردم برسند به اینجا که مسئولینشان ایران را و ایرانی را به حراج گذاشتند. این کارها را نکنید. ایران حقش این کارها نیست. یه مقداری بید با مردم حرف بزنید، صحبت بکنید. شما از روسیه نیامدید یه راست میرید کرمان، بید با مردم حرف بزنید. مشکلات مردم رو، کشور رو دادید به دست کی سپردید شما آقای رئیس جمهور؟ مردم نگرانن، ما حرف میزنیم، ما با مردم صحبت میکنیم. شما با 4 نفر اطرافیانتون دلتون خوش نباشه که رئیس جمهوری. تحقیر شدیم ما در روسیه، تحقیر شدیم همچنانی که در چین تحقیر شدیم.